اتفاقی که در شب حملات ایالات متحده به عراق و سوریه اتفاق افتاد، یک جوری انگار که دژاووی عین الاسد بود. یعنی تمام اون چیزی که اتفاقاتی که در واقع تو اون برهه افتاد و بسیاری از کسانی که به شکلی در برابر محور مقاومت یک موضع خیلی منفی دارن و یک گاردی دارن در مقابلش و سعی میکردن در تمام این مدت سیاست خارجی ایران رو حالا یا به سخره بگیرن یا به نقد بکشن به انهای مختلف، در واقع سر مسئله عین الاسد سعی کردن که از انواع و اقسام جزئیاتی که توی این اتفاق افتاده بود، با اینکه اتفاق بسیار بسیار مهم و تاریخی بود، ایراداتی رو بیرون بکشن و سعی بکنن که در واقع با استفاده از اونها زیر سوال ببرن اصل اون اتفاق مهم. مثلا مثل اینکه ایران چرا به عراق اطلاع داده مثلا قبل از اینکه بخواد این حمله انجام بشه، و آیا مثلا ایران خودش به آمریکا هم خبر داده بوده یا نه؟ معلوم نیست، ممکن است ایران خودش به آمریکا گفته بوده که من میخوام عین الاسد رو بزنم، برای همین عملا فقط یه سوله خالی، یه پایگاه خالی رو زدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، هیچ سرباز آمریکایی هم کشته نشد و تمام اون چیزی که در واقع تبلیغاتی بود که حول عین الاسد شکل گرفته بود صرفا یک پروپاگاندایی بود که برای پوشش دادن به شکست سیاست خارجی در واقع چند دهه ایران بود که به این شکل در واقع رسانه‌ای شد و در اخبار به گوش رسید و اینها. و دقیقا این اتفاقاتی که در واقع در همون شب گذشته در واقع اتفاق افتاد و ما شاهد این بودیم که در واقع اولا نوع خبررسانی که بسیار بسیار مبهم بود، یه خبری از پنتاگون می اومد از اون ور تکذیب می شد، پولیتیکو یه چیزی می گفت، CNN یه چیز دیگه می گفت، نمیدونم واسه جورنال یه چیزی می گفت، بعد یه دفعه توییت سنتکام می اومد بیرون. یعنی یک وضعیت فوق‌العاده آشفته به لحاظ خبری و به لحاظ رسانه‌ای، فکر می‌کنم واقعا از معدود مواقعی بود که یک عدم هماهنگی و یک فقدان سازماندهی انگار در سطح رسانه‌ای کلان رو ما شاهد بودیم از سمت رسانه‌های غربی و به ویژه بازوهای رسانه‌ای ایالات متحده، که اساسا ما همه گیج بودیم. یعنی چرا انقدر داره اخبار در واقع فیک نیوز چرا انقدر میاد بیرون، چرا انقدر اخبار مبهمه، مشخص نیست کجا رو زده کجا رو نزده، جنگنده‌ها اساسا کجا بلند شد. یعنی ما خیلی طول میکشید تا واقعا چندین ساعت طول کشید تا ما مثلا از دل بیانیه سنتکام و یک مجموعه از اخبار محلی و در واقع جستجو کردن تو پلتفرم‌های خبری مختلف بتونیم متوجه بشیم که کدوم یکی از دولت‌های منطقه احیانا همدستی کردن با ایالات متحده تو این حملات، از چه جنگ افزارهایی استفاده کرده، در چه سطحی بوده مثلا این حملات، چه نقاطی رو زده، چقدر تلفات حالا مثلا سخت افزاری و اینها داشته، چقدر مثلا به کشته شدن نیروهای مقاومت منجر شده توی عراق و سوریه در پایگاه‌های مختلف، و اینا همه با یک سری در واقع تخمین‌های خیلی خیلی اولیه و خیلی در واقع غیر بدون اینکه هیچ قطعیتی داشته باشه دائما میومد بیرون. برای یه بودش این قضیه بود که خود این آشفتگی توی فضای رسانه و نوع خبررسانی و محتوای اخبار و مطالبی که داشت رسانه‌ای میشد حاکی از این بود که در واقع این یک خصلت نمای یک آشفتگی بود در درون هیئت حاکمه ایالات متحده. یعنی به وضوح نشون میداد که یک استراتژی روشن و مشخصی در مورد این شرایطی که الان ایالات متحده تو منطقه مواجهه وجود نداره. این به نظرم یک نکته خیلی مهم بود. در مقابلش این که در واقع نیروهای مقاومت در منطقه یک استراتژی مشخص دارن که همشون سرش اتفاق نظر دارن، و اون همینه که مسئله توقف جنگ در غزه، کشتار فلسطینیان و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه به ویژه از عراق و سوریه. یعنی بر سر این قضیه یک اتفاق نظری بین نیروهای مقاومت وجود داشت که تمام کنش‌هاشون و تمام عملکردشون در طی این 120 و اندی روزی که از آغاز عملیات طوفان الاقصا میگذره، ما شاهد این وحدت استراتژی در بین نیروهای مقاومت بودیم و نقطه مقابلش اون تشتت و آشفتگی
در سطح استراتژی در ایالات متحده بوده به نظرم. حالا از این بگذاریم، حالا مثلا عملیات شما دیدید خب و محصولش هم دیدید، به نظر شما اون میتونه بخشی از قدرت آمریکا رو احیا کنه یا اینکه بزنده خودش بدل میشه؟ به هیچ وجه. اخذ شما نگاه بکنید، واقعا اگر که این عملیاتی که در واقع انجام شده اگر به این معنا بوده که در واقع قرار بوده که با این هدف انجام بشه که بخشی از اون بازدارندگی از دست رفته ایالات متحده رو بخواد احیا بکنه، که خب ما شاهد این بودیم که در همون ساعت ابتدایی بعد از این عملیات مجدداً حمله به یک سری مواضع رژیم صهیونیستی در اسرائیل شروع شد از سمت مقاومت یمن. امشب هم که شاهد این قضیه بودیم که مجدداً به یک سری از پایگاه‌های ایالات متحده و در سمت در واقع اون منطقه در واقع میدان گازی کونیکو و اینها حملاتی صورت گرفته بود. بنابراین کدوم بازدارندگی؟ یعنی اصلا شما مقایسه بکنید این وضعیت رو با مثلا 20 سال پیش در عراق، زمانی که حمله نظامی ایالات متحده و بریتانیا صورت گرفته بود به عراق، و اصلا شرایط اصلا یه چیز دیگه است. یعنی انگار ما در دو دنیای متفاوت داریم زندگی میکنیم. ایالات متحده در واقع این عملیات رو بیشتر از این که بخواد به اون بازدارندگی دست پیدا بکنه، یعنی به نظر میرسه که این سطح حداقل واقع‌بینی در بین نیروهای مقاومت در بین در واقع مقامات ایالات متحده هست که بدونن که با چنین عملیاتی نمیتونن بازدارندگی در نیروهای مقاومت ایجاد بکنن و هنوز دارن ادامه میدن. همین الان داره اخبار بمباران صنعا میرسه که در واقع دارن مناطقی رو در شمال شرق و مناطقی از اطراف صنعا رو در واقع دارن بمباران میکنن. ولی مگه این میتونه مثلا نیروهای یمن رو مگه متوقف میکنه؟ احتمالا ما فردا صبح در یک بیانیه میاد بیرون که دوباره یمن یک نقطه دیگه ای از سرزمین اشغالی رو هدف قرار داده. بنابراین اصلا چنین امکانی وجود نداره و اونا میدونن که اینها بازدارندگی ایجاد نمیکنه. در نتیجه اتفاقی که افتاده اینه که میخوان در واقع بایدن و در واقع این کابینه دموکرات میخوان برای مصرف داخلیشون در مشکلات جاری که در ایالات متحده دارن و احتمالاً برای مصرف در انتخابات سال جاری میخوان ازش استفاده بکنن و برای اینکه فقط نشون بدن که ما سکوت نکردیم. خدا میدونه فقط چند میلیارد دلار اینا هزینه کردن برای اینکه این جنگنده های عظیم رو از اون سمت اقیانوس بکشونن بیارن اینجا که فقط یه نمایش عملیات بدن، یعنی نمایش عملیات بود به معنای دقیق کلمه. و توی همچین شرایطی در واقع حتی خیلی این دولت‌های منطقه هم در واقع هی عقب میرن. یعنی الان شما نگاه کنید اردن رفته عقب، چرا؟ چون عراق گفته که صادرات نفتش رو به اردن به حالت تعلیق در میاره به دلیل همدستی که کرده توی این عملیات با ایالات متحده، و اردن گفته که نه این اخبار همه کذبه، ما هیچ همکاری نکردیم با ایالات متحده. و خب همه اینها در واقع یه نشان در واقع نشون میده که اصلا وضعیت بسیار متفاوت از گذشته. و علارغم اون کوریخانی هایی که به اصطلاح و اون رجزخانی هایی هم که می کردن ایالات متحده و اخباری منتشر می شد که احتمالا می خواستن ببینن که واکنش ها به چه صورتی خواهد بود از سمت ایران، مثل اون مقاله‌ای که در واقع در پولیتیکو منتشر شد و در اون گفته بود که ایالات متحده و مشخصا آقای بایدن در واقع دستوری صادر کرده مبنی بر این که به هر حال بخش از تأسیسات ایران، دارایی های ایران در پایگاه های دریاییش رو مثلا بخوان هدف قرار بدن احیانا، نه فقط در خارج از مرزهاش، یعنی نه فقط مثلا نیروهای مثلا سپاه قدس رو در سوریه و عراق یا مثلا نیروهایی که اونها به اسم نیروی نیابتی ازش نام میبرن و در واقع متحدین ایران هستن و بخش از گروه های مقاومت منطقه هستن رو فقط بخواد مورد هدف قرار بده، یا بخشی از لوجستیک در نیروهای سپاه قدس رو در سوریه و عراق رو بخواد هدف قرار بده. گفته بود میاد تأسیسات دریایی ایران رو میزنه و این خب خیلی حرف بزرگی بود که بسیاری در مورد این قضیه گمانه‌زنی هایی صورت می گرفت که می گفتن یعنی اگر بخواد در خلیج فارس بخواد بزنه که
واقعا تبعاتش غیر قابل تصوره برای متحدان. در واقع ایالات متحده تمام امنیتشون رو برون سپاری کردن به ایالات متحده و بیشترین خطر رو، یعنی بیشتر از همه در معرض هر گونه پاسخی از سمت ایران هستن. اگر بخواد دارایی های ایران رو مثلا در خارج از مرزها و در دوردست ها بخواد بزنه، بحث زدن ناوگروه بهشاد در واقع مطرح بود که در موردش صحبت میشد، که اونم دیشب خبری که اومد این بود که بهشاد رفته و در پهلو گرفته در سواحل جیبوتی، و این خودش خیلی اتفاقات جالبیه. یعنی بهشاد رفته در جیبوتی پهلو گرفته و یه کمی فاصله گرفته از اون موقعیت خطر، و خب اونجا میدونید دیگه چه کشورهایی در اون در جیبوتی پایگاه دریایی دارن، یعنی پایگاه نظامی دارن اونجا، چین، ایالات متحده، ژاپن و تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا شامل فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و غیره. بنابراین ایران هم رفته در واقع اونجا پهلو گرفته کشتی بهشاد. خب این اتفاق خیلی جالبی بود، یعنی در کنار مجموعه این اخبار، و نشون میداد که به این سادگی هم نیست. یعنی حتی اگر هم که بخواد دارایی‌های ایران رو در دوردست‌ها هم مورد هدف قرار بده، باز هم ایران یه جوری بازی رو عوض میکنه و در موقعیتی قرار میگیره که همچین کار راحتی نخواهد بود برای ایالات متحده. بنابراین برخلاف گذشته، چیزی که خیلی مهمه اینه که اولا به هیچ وجه ایالات متحده نمیتونه فعال مایشا باشه، و این فقدان استراتژیش رو هم با این حمله های وضعیت بلبشویی که توی این عملیات های بی هدف و فاقد هر گونه انسجامی بر مبنای اون هدف استراتژیکی که باید تعریف شده باشه براش و اینها داره انجام میده، و واقعا خیلی تشویش حاکمه بر این رفتار ایالات متحده. و اینجوری هم نیستش که در واقع بازی رو اون تعیین بکنه. ایالات متحده الان داره تو بازی، در واقع تو زمینی داره بازی میکنه که حتی در اون رو در واقع همین گروه های غیر دولتی، دو گروه های در واقع همین ساب استیت های مقاومت دارن بازیش رو تعریف میکنن. بازی که انصارالله تعریف کرده تو دریای سرخ، بازی که نیروهای مقاومت عراق تعریف میکنن در عراق و سوریه، و همینطور ایران هم که به هر حال نقشش مشخصه.